سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید، یلداتون مبارک هر جای این کره خاکی که هستید، چه خارج از ایران و چه در ایران عزیزمون، امیدوارم بخندید و پرروزی باشید. شب یلدا همیشه بین فارسی زبون ها یک روز خیلی باستانی و یک جشن پرشکوه و تاریخی بوده و همیشه این روز بین فارسی زبون ها و مخصوصا مردم ایران روزی بوده که به قولی مهمان دعوت میکردن، به مهمانی میرفتن و این روزا یه جورایی حالا چه از خانواده ضعیفترش و چه خانواده‌ای که حالا وضعیت معیشتیش مناسب تره، این روزا یه جورایی کوچیک ما هم دیگه جشن میگرفتن و یک روز کاملا باستانی هم هست. من تا اونجا که داشتم میخوندم از زمان داریوش بزرگ این روز در تقویم ایران جای گرفته و به قولی میشه گفتش که جزو جشن‌های باستانی ایران به حساب میاد. امروز حالا توی این روز ما اومدیم به بازار 15 خرداد تا حالا هوای ایران رو براتون ویدیو بگیریم. این جوش و خروشی که مردم دارن تو این وضعیت اقتصادی و معیشتی که خب خیلی تغییر کرده، سفره کوچیک‌تر شده، توان خرید پایین‌تر اومده، بازم مردم درگیر خرید کردن هستن و این نشونه اینو داره که باز هم این جشن یه جورایی اجرا میشه، بازم پاس داشته میشه و مردم همچنان به فکر اون جور کردن وسایل سفره شب یلدا. امیدوارم یه روزی برسه که انقدر توان اقتصادی مناسب باشه که تمام مردم بتونن آجیل بخرن، بتونن عقاب بگیرن، بتونن این شب و پاس بذارن و برای خودشون سفره‌های رنگ و رنگی رو تشکیل بدن. با ما همراه باشید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. حتما این ویدیو رو تا انتها نگاه بکنید، اگه دوست داشتید یه کامنت برام بذارید یا ویدیو رو لایک کنید. ممنونم، فعلا خدا نگهدار. بازارم طبیعتا تو این روز خیلی شلوغه، الان روز چهارشنبه هست، من باید پیشا پیش یلدا رو بهتون تبریک میگفتم به خاطر اینکه فردا یلدا و معمولا دمدمای غروب شروع میشه. امروز چهارشنبه است، فردا یعنی پنجشنبه غروب دیگه یلدا شروع میشه تا روز یکم دی ماه، تا صبح یکم دی ماه دیگه بهش میگن شب یلدا. که حالا امروز چهارشنبه است، همونطور که بهتون گفتم بازار شلوغه، خب خیلی من خرید میکنن وسایلی که برای اون سفره، برای اون مهمونی لازم دارن، تزیینات خودشون. حالا یه سری فروشنده هم دیگه این وسط قیمت های اجناس خودشون آف میزنن، حتی تو بحث پوشاک و اجناس دیگه، و بازار برای همین خیلی شلوغه. ما بازار انتخاب کردیم که یه جورایی دقیقا اون حسه به تو منتقل بشه اگر از خارج از ایران ویدیو رو نگاه میکنید، که بلکه یه خورده دلتنگیتون برطرف بشه. ممنونم، حتما با ما همراه باشید.
Thank you.
Thank you.
وای میسه جلو یا وای میسه عقب، توپ بهش بدی فقط. یا بابا همین داد تا مونده، همین داد تا مونده. I'm sorry.